سلام دوستان، به کلاس درس امروز ما خوش اومدید. توی جلسه گذشته با ماتریس مجاورت آشنا شدیم و گفتیم که هر گرافی رو میشه توسط یه ماتریس کل اطلاعاتش رو نمایش داد. حالا برای اینکه هم یه تمرین دوباره بشه، هم یه مروری بشه، من اینجا یه گراف خیلی کوچیک و ساده رسم میکنم که مثلا سه تا رسم بیشتر نداره. و بعد بیایم ماتریس مجاورت اینو با هم دیگه تشکیل بدیم تا بعد بریم سراغ درس امروز. گفتیم اگه بخوایم این گراف رو توسط یه ماتریس نمایش بدیم، بیایم یه ماتریس میکشیم، به ازای هر رأسی اینجا اسمش رو می‌نویسیم به جای سطرها و به همین ترتیب برای ستون‌ها، و بعد نگاه میکنیم کدوم رأس با کدوم مجاور است و اینجا به ازاش 0 و 1 می‌ذاریم. مثلا V1 با خودش مجاور نیست، با V2 هست، با V3 هست، V2 با V1 هست، با خودش نیست، با ویسه هم نیست و ویسه هم به همین ترتیب. خب این یعنی شد ماتریس مجاورت این گراف این شکل. معمولا ماتریس مجاورت رو با حرف A بزرگ نشون میدن. از اینجا ما اینو با A بزرگ نشون. خب حالا از نگاه کردن به این ماتریس ما یه سری مشاهداتی انجام میدیم که بعد حالا ادعا میکنم من که مشاهداتی که رو این ماتریس مجاورت ما میبینیم برای هر ماتریس مجاورت هر گراف دلخواهی برقراره. درچه اونا رو به شکل خواص در میاریم و اینجا با هم دیگه می نویسیم و بعد دلیل اینکه چرا برای هر گراف دلخواهی برقرار هست رو هم میگیم. اولی مشاهده قبول دارین این هستش که درایه های روی قطر اصلی این ماتریس صفرن. و اگه دقت کنین تو مثال جلسه پیش همین برقرار بود یا برای هر ماتریس دیگه. پس اولی مشاهده اینه که درایه های روی قطر اصلی ماتریس A یا همون ماتریس مجاورت صفر و این برای هر گرافی من ادعا میکنم برقرار. دلیلش چی است؟ دلیلش اینه که قبول دارید درایه های روی قطر اصلی برمیگرده به مجاور بودن یا نبودن هر رأسی با خودش، درسته؟ مثلا رأس V1 با خودش این درایه، V2 با خودش این درایه و به همین ترتیب و این میشه قطر اصلی ما. و چون از جلسه اول ما گفتیم ماتریسایی که ما بررسی می‌کنیم گرافای ما که ما بررسی می‌کنیم گرافای ساده هستن، به این معنی که بین هر رأسی با خودش توقه نداریم. توقه به چه معنیه؟ به این معنی که مثلا بین یه رأس با خودش اینجوری یال باشه، ما همچین چیزی نداریم دیگه که برگره به خودش. درنچه پس دلیلش هم اینجا بنویسیم چون گرافای ما توقه نداره. و منظورمون از توقه هم که این مشاهده اولش. مشاهده دوممون این هست که قبول دارید تعداد سطرها و ستونهای هر ماتریس مجاورتی که تا الان ما کشیدیم با هم برابره و این هم دلیلش واضحه دیگه. برای اینکه اصلا اساس تشکیل دادن ماتریس مجاورت این بود که بیایم هر رأسی رو با همه رأسهای دیگه بررسی کنیم مجاور هست یا نه. به همین دلیل اومدیم به جای سطرها اسم رأسا رو نوشتیم، به جای ستون هم دوباره همین کارو کردیم. پس این راجع به همه ماتریس های مجاورت درست است. یعنی ماتریس A ماتریس یا ماتریس مربعیه. پس اینم که همیشه برای هر گرافی درسته، چون اصلا ما خودمون ماتریس مجاورت رو اینطوری تشکیل میدیم. پس اینم مشاهده دوممون. مشاهده سوممون این هست که هر درایه توی این ماتریس که گفتیم با A کوچیکه، مثلا A و J نشون میدن درایه A و سطر A و ستون J همشو، یا صفر هست یا 1. و این هم که از تعریف جلسه قبلمون مشخصه، برای اینکه کلا قراره هر کدوم از این درایه ها یه اطلاعاتو به ما برسونن دیگه، این که بین این رأس و این رأس یال وجود داره یا نداره، یعنی بله یا خیر. پس اینم باز یه خاصیتی است که برای همه ماتریس های مجاورت درسته. A و J یا صفر است یا 1، از این دو حالت خارج نیستش. اینم پس یه خاصیت. خاصیت چهارممون حالا چیه؟ ببینید یه مشاهده که مثلا اینجا میتونیم بکنیم اینه که این ماتریس متقارنه. از بحث ماتریس ها یادتونه که ماتریس متقارن به این معنی است که نسبت به قطر اصلی درایه هاش مثل آینه تکرار میشن. مثلا اگه اینجا 1 داریم، قرینه این نسبت به قطر اصلی هم میگه 1، یا به هم ترتیب اینجا 1 داریم، قرینش میشه این، اینم 1، یا به هم ترتیب 0 اینجا تکرار شده. پس اینجا مشاهده اونو می نویسم ماتریس A ماتریسی
متقارن است. یه جور دیگه هم میشه متقارن بودن و به زبون ریاضی نوشت. اونم اینه که درایه آی و جیوم توی این ماتریس برابر درایه جی و آیومه. یعنی مثلا درایه سطر اول سطر دوم ستون اول برابر با سطر اول ستون دومه. همونی در واقع قرینه بودن نسبت به قطر اصلی رو در نشون میده. حالا این مشاهده چرا در حالت کلی برای کل گراف ها درست است؟ دلیلش به طور شهودی واضحه. دلیلش اینه که ما گفتیم که مجاور بودن توی یه گراف بین دو تا رست تعریف میشه. به این معنی که اگر V1 با V3 مجاوره، V3 با V1 مجاوره. چون یالهای ما جهت که ندارن. اگه بین V1 و V3 یال هست، خب همون یال یه جورایی بین V3 و V1 هم هستش دیگه. در نتیجه وقتی شما برای رست مثلا فرض کنید V3 و V1 بررسی میکنید، یک میذارید اینجا، وقتی برای V1 و V3 هم دارین بررسی میکنید، این درایه حتما با این درایه برابره، چون بالاخره یا یال هست یا نیست. جوابش برای هر دوی اینها یکی است. خب حالا که با 4 تا خاصیت پایه‌ای ماتریس های مجاورت آشنا شدیم، اینجا یکی دیگه از خواص ماتریس مجاورت رو من میخوام تحت یه قضیه براتون بگم، با هم دیگه اثبات کنیم. و یه جورایی این قضیه رو شما میتونید به این چشم هم ببینید که داره به ما میگه مثلا کاربرد ماتریس های مجاورت چیه. حالا بهتون میگم منظورم چیه. پس اینجا بنویسیم قضیه ما این هست. اگر ماتریس A ماتریس مجاورت گرافی از مرتبه مثلا پی باشد، درایه سطر آیوم و ستون آیوم ماتریس A به توان 2، یعنی A تو خودش ضرب بشه، برابر درجه رأس VI در این گراف است. این صورت قضیه مون. یادتون میاد گفتم نشون دادن گراف ها توسط ماتریس یه خوبی که داره این هستش که این ماتریس میتونه خیلی از خواص گراف رو تو خودش داشته باشه و با نگاه کردن به این ماتریس ما اون خواص رو بفهمیم. خب الان یکی از اون خواص است. میگه اگه شما اصلا ندونید این گراف چه شکلیه، ماتریسش رو داشته باشه، این ماتریس رو بیاین تو خودش ضرب بکنین، حاصل ضربش رو با ماتریس A به توان 2 نشون بدین، درایه سطر آیوم ستون آیوم که میشه اونو با A هم نشون داد دیگه، درسته، سطر آیوم ستون آیوم این ماتریس در واقع برابر درجه رأس VI هست. خب برای اینکه این قضیه رو اثبات کنیم، اول بیاین به یه نکته توجه بکنیم. من اینجا بنویسم ببینید قبول دارید. آیا اینو قبول دارید که جمع درایه های هر سطری نشان دهنده درجه رأس متناظرشه؟ چرا این برقراره؟ ببینید حرفی که داره میزنه اینه که شما مثلا توی این ماتریس مجاورت این مثال مثلا بیاین به سطر اولش نگاه کنید و این درایه ها رو با هم دیگه جمع بزنید، این که 0 1 علاوه 1 2، میگه که این در واقع درجه رأس V1 هست که V1 متناظر با سطر اول هست دیگه. خب چرا؟ اینم به طور شهودی واضحه چرا. برای اینکه اصلا درجه مگه قرار نبود تعداد یال هایی باشه که از اون گراف خارج میشن. خب در نتیجه تعداد یک هایی هم که اینجا داریم نشون داده تعداد یال هایی که این رأس و رؤوس دیگه داره دیگه. پس اگه همه رو با هم جمع بزنیم صفرا که هیچی، ولی اونایی که یکن هر کدوم نشون داده یه یالن، پس جمعش میشه درجه V1. یا به همین ترتیب برای V2 و V3 با جمع زدن اینا میتونید درجهشو بفهمید. خب جالبه دیگه، یعنی شما بدون نگاه کردن به شکل ماتریس، ببخشید شکل گراف، میتونید با نگاه کردن به ماتریس درجه رأس ها رو بگید. حالا یه چیز دیگه هم که میخوام بهش توجه بکنید اینه که یادتونه جزء خواص پایه ماتریس مجاورت گفتیم که این ماتریس متقارنه. پس قبول دارید که اگه برای ستون ها هم این قضیه برقراره، یعنی اگه شما مال ستون اول و درایه هاشو جمع بزنید، باز دوباره درجه رأس متناظر با اون ستون میده، که اینم باز به طور شدی مشخصه چرا، چون برای این ستون هم با همون استدلال داره نشون میده که این V1 با کدوم رأس ها یال داره و به ازای هر کدوم از اونها یک جمع میشه با این عدد که بعد میشه درجه اون. پس اینجا میتونم به جای هر سطر
هر ستون رو هم بنویسم. خب حالا برگردیم به قضیه خودمون. ببینید کلن ماتریس در خودش چجوری ضرب میشه. ببینید اگه مثلا این ماتریس A که از مثال بالا باشه رو من اینجا بنویسم و جلوش خودش رو دوباره بنویسم، چون قراره A توی خودش ضرب بشه دیگه، از قوانین ضرب ماتریس ها امیدوارم به یاد داشته باشید که ماتریس ها چجوری با هم ضرب می شدن. می اومدیم سطر اول رو می گرفتیم با ستون اول این و اینا رو درایه به درایه در همدیگه درایه متناظرش رو ضرب می کردیم. پس الان میشه صفر و بعد حاصل جمع اینا رو به عنوان درایه اول اینجا می نوشتیم. پس صفر ضرب در صفر که هیچی، یک ضرب در یک و یک ضرب در یک با هم جمع بشن میشه دو. بعد به همین ترتیب سطر اول رو با ستون دوم این بار میگیریم، صفر در یک ضرب میشه، میشه صفر یک در صفر جمع میشه، ضرب میشه یک دوباره در صفر جمع میشه، پس این صفر است. و به همین ترتیب با ستون سوم همین کار رو میکنیم، با صفر به دست میاد برای سطر دوم. بازم اگه درایه متناظر رو ضرب بکنید حاصل جمعش صفره، برای سطر دوم ستون دوم یک هست، بعدی هم یکه، بعدی دوباره صفر، باز یکه. حالا این ماتریس پس ماتریس ایدو شد. حرفی که این قضیه داره میزنه اینه که درایه سطر آیوم ستون آیوم، یعنی درایه های روی قطر اصلی، یه جورایی نشون دهنده درجه رؤوس متناظر با این سطر هستن. یادتونه این سطرها V1 و V2 و V3 بودن دیگه. حالا ببینیم چک کنیم ببینیم درسته. بله تو این شکل میبینید که جالب شد دیگه، چون درجه رأس V1 2 بود، اینجا 2 به دست اومد، 1 و 1. حالا میخوایم ثابت کنیم چرا این در حالت کلی برای ماتریس های مجاورت درسته. ببینید کلن اتفاقی که داره میفته برای تشکیل دادن درایه AI، یعنی سطر آیوم ستون آیوم، اینه که سطر آی داره در ستون آی ضرب میشه. یعنی سطر متناظر با رأس VI داره تو ستون متناظر با رأس VI ضرب میشه. پس در واقع مثلا اگه اینجا برای V1 نگاه بکنید، داره یه سری اونجایی که صفره که صفر در صفر ضرب میشه، اونجایی که یک هم باز یک داره در خودش ضرب میشه، چون نظیر به نظیر این درایه ها تو هم ضرب میشن دیگه و بعد با هم دیگه جمع میشن. خب این در واقع برمیگره به همین نکته که اینجا ما بهش توجه کردیم دیگه، انگار در واقع با این کار ما داریم درایه های روی سطر آیوم رو با خودش جمع میزنیم. پس این با توجه به همون چیزی که اینجا گفتیم در واقع باید به ما درجه رأس VI رو بده. پس اینم خیلی سخت نبود اثبات این قضیه و به طور کلی پس دلیلش این شد که با ضرب کردن A در خودش درایه سطر آیوم ستون آیوم به این ترتیب تشکیل میشه که یالهای رأس VI داره یه بار دیگه در خودش ضرب میشه و چون این اعداد یک هستن ضربشون در هم دیگه تأثیری نمیذاره، وقتی با هم جمع میشن مهمه که به ما درجه رأس متناظر رو میده. خب اینم یه سری خواص از ماتریس های مجاورت. توی جلسه بعدی باز بیشتر به ماتریس‌های مجاورت و خواصشون میپردازیم. توی کلاس درس بعدی میبینیم.